که ریاضیات مدرن رو مرور کنید از زمانی که جناب لایبنیتس و آل جناب نیوتن کلکولس رو شروع کردن تا در گذشته تمام اتفاقاتی که کل تاریخ ریاضیات افتاده میشه ریاضیات مدرن، برعکس فیزیک اتفاقاتی که در قرن آخر افتاده فیزیک مدرن تلقی میشه. و نکته خیلی مهمه که ما توی دوران ریاضیات مدرن با دو تا مفهوم همیشه کار کردیم. من توی تاریخ کامپلکسیتی هم خدمتتون عرض کردم با مفهوم سادگی و مفهوم پیوستگی، و تمام چیزهایی که از اونجا آمده بیرون سر این دو تا بود و خیلی خوب توسعه دادیم همه چیز رو، اومدیم جلو تا اواخر 1970 که به طور جدی مردم فکر کردن توی فیلد ماتماتیک که دارن یک چیزهایی پیدا میکنن که انگار هیچ موقع توی طبیعت نبود، انگار که واقعا اون رویایی که ذهن انسان میتونه پاشو از فرا از طبیعت از مادر طبیعت اون برتر بذاره و انتظاراتشو به رخ بکشه انگار داشت درست پیش میرفت. و خوشحال بودن ریاضیدان ها، تلاش های اینجوری بود ولی اونقدر عجیب نبود. داستان از این داشت روشش که کانتور به ما نشون داد که تعداد نقاط که توی بازه منا یک تا یک هست دقیقا هم تعداد با تعداد نقاط کل یک صفحه دو بودی هست، و این به معنی بود که شما میتونید با داشتن یک خم یک موجود یک بودی کل صفحه رو بپوشون. این رو من چون تعداد صحبت میکنم، ولی خیلی عجیب بود که شما دارید کاری میکنید که توی طبیعت امکان پذیر نبوده و یک جور انگار یک دیژنرسی دارید به زبان فیزیکی ها ایجاد میکنید. به هر حال مجددا شکست خورد این ایده، و نظر شخصی من اینه که بعد از اون مجله آقای بیکنر به Effectiveness of Natural Sciences Mathematical Natural Sciences این یه شکست دیگه بود توی این طرز فکر که ما میتونیم فراتر از طبیعت بریم. و آقای مندل برام تمام صحبتش اینه که متاسفانه دنیایی که ما در نامی صحبت میکنیم اونقدر اجازه نمیده به ریاضیدان ها که این اتفاق براشون رو خوره. و تمام صحبت من توی این سخنرانی القای این ایده است که تمام ریاضیات که ما تا 1970 ساختیم بر اساس سادگی و پیوستگی بود، و اینجا که هم کردیم یک چیز جدیدی به وجود اومده، شکستگی های فوق‌العاده زیاد که توی طبیعت انگار نیست، درسته که توی طبیعت هست ولی ما ندیده بود، ما نه اونها ریاضیدان ها. و این خیلی جالبه که ریاضیدان ها ناراحت شدن که ای وای بس ما باز هم دو تا بد داره که این ایده عقب افتاده. یعنی داریم در حال 1970 صحبت کنیم، زمانی که ما اول گنبدهامون رو آزمایش کردیم. چرا این اتفاق دیر توی ریاضیات افتاده؟ حقیقتش میگه دیر نیفتاده، دیر سر و صدا کرده، ایده بوده از زمان قبل. شما مثلا توی حساب ها نداد اومد در بزنون توابعی تعریف میکردید که به ازای مثلا یک سری نقاط مقدار تابتون گنگ بوده به ازای یک سری از مقادیر گویا، و این خیلی عجیب بوده چون نمیتونست پلات کنید. این مفاهیم بوده ولی انگار مفهومی به اسم فرکتال توش نبوده. خود واژه فرکتال 1974 در اصلا جنرال مندل برو پدر هندسه فرکتال یه جورایی اصلا کمی میشه و بار میشه. و اتفاق خیلی جالبیه که ما وارد یک دنیای جدیدی از ریاضیات و فیزیک وابسته به اون میشیم. یه مثال دیگه که من خیلی از بچگی کلنجار باش میرفتم تا آدمهایی که یکمی عاقل‌تر شدن این بود که اول که توی عمرم ابتدایی بودم چند روم این رو یه روده کوچیک انسان بین 2.7 تا 10 متره، یعنی هرچی حساب کردم خدایی حالا بگی ما هم 2 متر کجا میخوان این رو جا بدن 10 متر. و یه مثلا عجیب بود که چجوری اینه که ما توی بدن اون یه پول اینقدر بلند رو مشته باشیم، تا اینکه عکسش رو نشون دادن گفتن نه اونجور سیخکی نداشت اینو پیچش دادن. و یه ایده خیلی جالبه که شما میتونید توی یه حجم محدود توی فضا یک موجودی رو خمش کنید که طول زیاد باشه سطح زیاد باشه ولی کانفاینش کنید توی اسپیس.
خب من میخوام حالا این مثال رو اتون کمی جذاب ترش کنم. به این شکل نگاه کنه، یه مثلثه، من میام خیلی ساده هر زل رو برمیدارم به سه قسمت مساوی تقسیم میکنم، این قسمت رو ایگنور میکنم، اما به اندازه این یه مثلث اینجا میسازم، یه مثلث اینجا، و همینجور استپ بای استپ به ازای هر کدوم از این زل هایی که توی این شکل هست این کار رو انجام میدم و میام سطح این داخل رو حساب کنم. این ضرب تقسیم کاملا بچگانه است، همه تو میتونید انجام بدید. در نهایت توی استپ انوم سطحتون این میشه و محیط هم خب یعنی جمع این ها دیگه، مثلا اگر این طولش یک باشه این سه، بعد این یک سوم، یک سوم، یک سوم، یک سوم، و توی استپ انوم هم پی ان محیطی که داریم اینه. و خب چیزی که برای من جالبه اینه که اگر این پروسه رو تا بی نهایت ادامه بدم یه کانورجنس اینجا میتونم که در نهایت این سطح اینجا شده یه عدد ولی محیط شده بی نهایت. و این معنیش اینه که من توی یک ناحیه‌ای از فضا که محدوده میبینید که سطح محدوده، اصلا بدون این مواصلات هم شما میتونستید نشون بدید که یک دایره وجود داره که این شکل توش محاط شده و در نهایت نمیتونه از اون دایره یا یه مربعی بره بیرون، پس اصلا سطح محدوده. اما درش بودم که محیط این شکل که در حقیقت یه موجود یک بودی خوبه شده بی نهایت، یعنی من یک موجود بی نهایت رو کانفاینش کردم توی صفحه. این خیلی مفهوم قشنگیه که چجوری میشه یه چیز رو بی نهایت بلند و برداری بذاریش یه گوشه از فرق. این در حقیقت داره به شما معنی فرکتال ها رو میرسونه. و نکته کامل توجه این بود که توی شکل قبلی تشابه به شدت زیاد، یعنی شما میتونستی یه قسمت از شکل رو برداری یه کمی تکونش بدی بعد بگی ای دوباره هست، دوباره یه تیکه ریسته رو برداری نگاه کن ای دوباره هست، هر سقدر ای کنی بازم دوباره هست. من خیلی مسئله جالبیه و یه سوال خیلی عمیق مطرح شد سر محاسبه اون نشه بریتانی رو اگر نگاه کرده باشی یه جزیره اینجوری اینجوریه دیگه کلی چی بهش میگن؟ اعوجاج داره در مثلا خطوط ساحلی. سوالی مطرح شده بود که اگر ما فرض کنید که یه عکسی از بالا داشته باشیم میخواییم این طول این خطوط ساحلی رو حساب کنیم، ببینیم محیط دوره بریتانیا انگلستان چقدر. خب این دقیقا مسئله قطعه، یعنی شما یه شکلی دارید فقط این قطعه منظم نیست، میخواید ببینید که این دور چقدر. اینجا چون خیلی مسئله ساده و تریویال بود دیدیم راحت میتونیم حساب کنیم، ولی این دیدن بی نهایت میشه و خب اونا دوست نداشتن که محیط کشورشون بی‌نهایت بشه، ولی اینا این دیده داشت گفت که شما هر چقدر بخوای دقیق‌تر اندازه گیری کنی مجبور خطکش کوچیک‌تری بذاری، هر چقدر خطکش کوچیک‌تر بشه دیتا بیشتر می‌گیری و در نهایت دیتا دایره شد. این معنیش چیه؟ اگر شما یه خطکش یک متری رو نمیدونم مثلا طول و عرض اتاق حساب کنید، میگید یک متر، یک متر، یک متر، یک متر، سه تا یک متر، چهار تا یک متر، اینقدرش میمونه و خط کشی شما فقط یک واحد خط کشی یک متری نمیتونه یک چهارم الان دیگه، پس مجبوره یه یکی دیگه بزنید. اما اگر من تو خط کشی نیم متری بدم میاد و شاید اینا کامل بپوشون. پس ما اگه مجبور کنیم نورا که توی این محیط بره هیچ موقع به جای اولش بر نمیگرده. نور؟ نور بره چون طولش می نهایت نور رو باید از روی جیودزیکش لفت بزنه. نمیدونم حالا نه فرض کن که مثلا یه مجبورش کردیم توی یه فیبر نوری بره، خب توی یه همچین چیز. خب الان در مورد فیبر هم بذارید این چیزه اینو بهت نشون بدم که فیبر هم چون در نهایت استفاده از یه جای وقت کوچیک در نمیشه، اون دلیل اینه که پارادوکس بالاختاراسکی توی فیزیک جواب نمیده جوابتو باید بحث میکنه. میخوام بهتون بگم که این سوال از دل اونجا شروع شد جواب دادن که ما بیایم خب هی جزئیاتو که نگاه کنیم دیتیلمون بیشتر میشه و در نهایت اینو نمیتونیم چیزی دستگیرمون بشه. از طرف دیگه اومدیم یک سری تشابه ها رو دیدیم که اصلا میریم پایین بازم شکل قبلی رو داریم. مثال معروف چیه؟ بریم فرض کنیم که من کنار درخت میستم و عکس میگیرم. اون موقع شما وقتی طول درخت رو میبینید چون که منو دیدید و میدونید که مثلا من قدم نهایتا دو متره و میدونید که درخت ده برابر من یک میجرم که شما تشخیص این درخت چقدر طویله. اما حالا یه چیزی اگر شما همینجور که زوم میکنید تو شکل و
یا زوم آت کنی توی شکل هیچ اتفاق نرفته، همه چیز یکسان به نظر برسه. اصلا من تو اندازه گیری رفت زیر سوال و اینجا در حقیقت این نقطه هستی داره من مطرح که اشکالی دارن توی طبیعت دیده میشن که سلف سمی دارن یعنی مشابه قسمت های خودشون و این موجودات که ما از الان اسمشون رو بزنیم فرکتال به عنوان اولی میشه که باید اینو دارا باشه. شما از این چیزا زیاد دیده دارید این کلمه های من همچه بگم تو خودم میگم کلمه فرکتال بعد ما گفتن کلمه بروکلیه این کلمه بروکلی در نظر بگیرید اگر یه دون از این گل چهار با چهار ببرید و نگاه کنید ببینید عین همینه. اگر رد و برق رو بردارید یه تیکش رو برش بزنید زوم کنید یکم بچرخونید عین همون میشه. شکل ریه این خاصیت رو داره، تمام جامدات سطحشون یه همچین خاصیت هایی رو دارن. پس میبینیم که اینا سلف سنگلار بودن خود متشابه بودن یه ویژگی خیلی مهمه توی فرکتال. یه نقطه دیگه در مورد فرکتال ببینید من چی میتونم مفهوم بعد چه جوری به شما برسونم. فرض کنید که من میخوام یه شکلی دارم میخوام سایزش رو سه برابر کنم. مثلا اگر من یه پار خط به طول یک داشته باشم سایزش رو که سه برابر کنم این میشه، اگر یه مربع داشته باشم سادش رو سبرابر کنم این میشه، اگر یه کیوب داشته باشم سبرابر کنم این میشه. اما سوال اینه من باشت چند تا از این تعداد اولیه میتونم اینو برو کنم؟ ببینید برای همه رو سبرابر کنیم، برای خط سه تا که کنار هم بذارم این میشه، برای مربع چی؟ نه تا و برای کیوب 27 تا. انگار این رابطه داره به شما تصاوت خاص نشون میده. سه به توان یک سه، سه به توان دو نو، سه به توان سه بیست و هفت و این یک دو سه دیرن دیمان سیمون فضا رو داره بهتون نشون میده. پس من میتونم اگر این شکلی داشته باشم حجمش رو اینجوری مفهوم بود رو اینجوری از روش بکشم بیرون که وقتی من میخوام این رو تعدادش رو بعد بزرگ کنم یعنی سایز سیستم رو بزرگ کنم اسکیل رو عوض کنم چند از قدیمی رو میتونم بذارم توش. ببینم بعد خود متشابهه چون شکلم خود متشابهه. شما این میبینید اینجا تکرار شده، این اینجا تکرار شده، واسه من میتونم بعد رو اینجوری تعریف کنم. اما نگاه کنید من مربع بود که اومدم نقطه گذاشتم کنار همش این سری میام کارمونم مربع وسط اینجا اینجا و اینجا رو برمیدم. ببینید اون اتفاقی که قدیم میافتاد چی بود؟ شما اینجا سه بود به توان دو که بعد صفحه بود میشد نه، یعنی نه تا مربع بود سایزمون رو سه برابر میکرد این سه و این یه به شما گفت این دوه بعد صفحه. اما الان من میگم میخوام سه برابرش میکنم ولی وقتی این قسمت ها رو از توش برمیدارم چقدر از این نیازه تا این پر بشه؟ این دفعه میتونم که محتاجه آب پنج تا دیگه پنج تا میذارم پر میشه و این الگو رو تکرار میکنم دوباره اینو برمیدارم یک دو سه چهار پنج همینجور اینو تا بی نهایت میرم و در مرحله بی نهایت با شکل اینجوری رو برو میشم که اگر با اصلا از این مفهومی که از بعد داشتیم اینجا بنویسیم بعد دیگه یه عدد سنی کردن و بعد رابطه کسری به ما مقداری که دی میده دیگه این تیجه رو نیست و یک ممایز یه عددی و دیدید که بعد رو اینجوری تعریف کردیم لوگاریتم اون تعداد که نیاز داریم که اینجا پنجه به لوگاریتم اون زوم که میخوایم بکنیم چند برابرش کنیم اینجا میشه لوگاریتم پنج به لوگاریتم سه. اینجا افتاد پس میبینیم که اینگاه ما با همون مفهومی که داشتیم برای بود میکردیم که مفاهیم خود متشابه برای یک سری اشکال داریم عددهایی به دست میاریم که نمیفهمیمشون. شما تمام فیزیک نمیشناسید با این تیجر ها بودن توی بود حتی در اون نسبیت هم که صحبت میکنید یک موجودی در دستان سپیس فرم که چهار بوده چهار و نیم بود نیست وارد مفاهیمی که حالا دوستان اینجا هستن بشید نظریه ریسمان اونجا هم عدد ها بود اینتیجره هر نظریه عجیب و غریبه که دیدید بود های عجیب و غریبه باز هم اینتیجره اما اینجا داره به تو میگه بود اینا فرق کرد و ما هم هیچ شعبه بازی نکرم از تعریف استفاده کرد به این میگم بود خود متشابهی هزار و یک مدل تعریف وجود داره توی ریاضه راسه بود این یکیشه یه دیمه سال دیگه بررسی کنیم با اون گفتم برفتانه کخ به این یه مثلث سرپینسکی یه مثلث برمیدارم
میخوام این دفعه اینا رو نصف میکنم، این نصف، این نصف، این نصف، این رو وصف میکنم و میدازمش تو گوشه. دوباره واسه هر کنون از اینها این الگو تکرار میکنم و تا ابد پیش میرم و طبق همین رابطه ای که دیدیم این دفعه بود اون چه یک بومش من پشت پشت واسه هم میبینیم که موجود بین یک و دوه دو صفحه از میفهمیم، یک خط میفهمیم، یک ممیز پنج سیغه یه پس. و سوال مهمتر توی مثال قبلیش شد 1.46 و الان که شد 1.58 چه فرقی وجود داره؟ ما تا دوزه پیشون گفتم همه اینا توی صفحه جا میشه، اما حتی که من واسه این یک بود گذارش کنم، واسه این یک بود گذارش کنم و مفهوم این تفاوت توی مقدار چیه؟ تو همین سخنرانی خیلی خیلی معروف مندلبرو توی ته مندلبرو خواهش یه حرف قشنگی میزنه، میگه اینقدر پیله نکنید به این عدد، چون مندلبرو هم میگه از دام بوده، فیزیک دان نبوده و شدیدن پیشنهاد میکنه که به جای اینکه به این به عنوان یک عدد عجیب و غریب نگاه کنید بهش به عنوان رافنس نگاه کنید، به عنوان زبری زمختی نگاه کنید، برای اینکه بفهمیدش دو تا کوه در نظر بگیرید، یک کوه خیلی نرم پشت سر جاشه، یک کوه هم هست که پر از دره گله، خیلی همچین افت و خیز هایی که توی آره خیلی ناهمواری از ناهمواری هستن، ناهمواری خیلی زیاده. یا مثلا دو تا سطح در نظر بگید که شما وقتی روشید روی روش دست میکشید احساس زرگیه بیشتری میکنید، اگر بیایید بود فرق تا اون سطح ها رو به روش هایی که حالا میشه حساب کنید توی سطحی که زرگتره این عددش بیشتره، یعنی انتظار کنید که از کوه مثلا یه عدد زیر سه الان دیگه بخونید، اوکی؟ زیر سه یا بالای سه اگه مثلا این فرکتال که دیدیم همشون بین یک و دو بودن یک صفر بوده، پس زیر سه مثلا یک دو مومز پنج و شیش دو مومز چل و سه اون دو مومز پنج و خورده زد ریش بیشتر از اون و این مفهوم از لحاظ فیزیکی تعبیرش اینه. پیشتار کار آتما این سخنرانی ببین یک تعریف دیگه وجود داره واسه بود به تعریف توپولوژیک برمیگرده. قبل از اون ویژگی اول صفر سیمیلار بودن بود با صفر فرکتال ها و ویژگی دوم کسری بودن بودشون طبق تعریف بود خود متشابه و این چیزی که الان میخوام بهتون بگم تفاوت معنی داره سوم که موجودات اسم فرکتال ها میتونه تمیز بده ستاره شکل دارن خود متشابه هم بودشون کسریه و ویژگی سومی که بود خود متشابهشون از بود توپولوژیکالشون همیشه. ببینید واسه همین مثلث سرپینسکی شد 1.58 وقتی بود توپولوژی که اعتبار تعریفش نمیشیم زیاد یک کمی درد سر داره، یک اینتیجره و در مورد مجموعه کنتور که الان دارم صحبت میکنم بود توپولوژیک صفر در صورتی که بود فرکتالی دیم تو فرکتال هم همیشه بود توپولوژیکشون آن کنید کمتر از بود فرکتال. این یکی از اون درخت های انگور بهشتی است که جناب کانتور ساخته، همون بهشتی که هیلبرت گفته کسی نمیتونه مرزش کنه. این یه خطه، من مجددم به سه قسمت تقسیم میکنم، قسمت دومو میزنم دور و این قول رو تا ابد پیش میرم و در استبه بیناید اینجا چی دارم این سه نقطه ببینید مجموعه کانتور خیلی جالبه که اینجا یه خط پیوسته داریم، اینجا یک سری نقطه داریم و این ساخت داره فرکتال که هزار یک چیز رو میشه روی این مپ کرد بودش بیشتر از نیمه و یکم نیست خوب باید